آقای امینی گرامی ما اینجا هستند. عرض سلام میکنم آقای امینی بر شما و بینندگان ارجمند و همیهنان گرامی. این برنامه اینقدر جالبه که همیهنان ما سه بار اون رو ملاحظه میکنن. دیگه نمیدونم جالبه یا نه، ولی به هر حال چون من هفته پیشم به آگاهی همیهنان رسوندم که برنامه یک کلمه رو به عنوان برنامه هفتگی به پایان رسوندم و برنامه گهگاهی خواهد بود، این که همون زمانهایی که در اختیار برنامه یک کلمه بود، اینک همراه با زمان پیشین پخش مستقیم برنامه برگی از تاریخ در اختیار این برنامه خواهد بود و همیهنان میتونن هم امشب ساعت 9 شب به وقت غرب آمریکا و هم ساعت 7 بامداد به وقت بازغرب آمریکا روز دوشنبه این برنامه رو ببینند. ممنونم که مجددا توضیح دادید که همیهنان در ذهن خودشون داشته باشند که این برنامه در چه تاریخ‌ها و در چه ساعت‌هایی پخش میشه، برنامه برگی از تاریخ. آقای امینی، چون صحبت سکولاریسم و دموکراسی شد، یعنی تنگناها و چالش‌های دموکراسی و سکولاریسم در ایران مدرن موضوع صحبت ماست، اول می‌خواستم ببینم که معنای دقیق دموکراسی چیه؟ آیا دموکراسی آزادی است برای اکثریت مردم یا پاسداری است از حقوق اقلیت یا هر دو؟ دموکراسی یک سفر تاریخی در راستای روشن‌تر کردن خودش انجام داد، یعنی از یک مفهوم کهن حکومت مردم دموکراسی آغاز شده و در زمانی که مونتسکیو اون کتاب معروف خودش رو قرارداد اجتماعی رو نوشت، در اون هنگام توضیح دموکراسی اون چیزی بود که در اروپا در حال شکل گرفتن بود، یعنی حکومت برآمده از ملت، حکومتی که منشأ قدرتش از ملت هست، از مردم هست، و مونتسکیو آمد این رو به قوای سگانه تقسیم کرد: مجریه، قانونگذاری و قضایی. در این تجزیه قدرت ها به سه قوه از زمان او اساسا در دوران مونتسکیو است که او در واقع فرموله کرد این بحث رو. چیزی رو که اینجا و اونجا وجود هم می داشت، شاید اشاره هم به شده بود، اوست که در واقع تبدیلش کرد به یک برداشت عمومی از یک ساختاری که بعدها ساختار پذیرفته شده دموکراسی در کشورهای اروپایی و آمریکا شد، چه به صورت جمهوری و چه به صورت پادشاهی مشروط، و ایران هم تو همین مسیر رفت، یعنی ایران انقلاب مشروطه هم کوشش کرد که این مدل اروپایی رو در قالب پادشاهی مشروط شده، پادشاهی محدود شده که پادشاه در اون اساساً یک نقش تشریفاتی داره، این رو در ایران هم پیاده کنه و در مجلس هم قانون اساسی مسبب مجلس هم از قوای سگانه نام میبره یا به سه قوه قدرت رو در جامعه تقسیم میکنه با همه ناروشنی هایی که در قانون اساسی وجود داره. در تاریخ 100 سال گذشته بشر ما شاهد گرفتاری های دموکراسی بودیم، یعنی حکومت برآمده از آرای مستقیم مردم یا آرای غیر مستقیم مردم، حکومت اکثریت، در بسیاری از کشورهای جهان دست به جنایاتی زده که این جنایات هم ردیف حتی شاید هست با جنایات دوران خودکامگی و حکومت‌های فردی پادشاهی و امیران و سلحشوران. این است که در این تجدید نظر جنگ جهانی دوم، چه حکومتی که در آلمان به قدرت رسید و هیتلر از دل این حکومت بیرون آمد و چه حکومت موسولینی، به هر روی آرای اکثریت صندوق رأی، حالا با فشار ولی به هر حال حکومت اکثریت بود. در مورد هیتلر که میتوان قاطعانه گفت که تا تقریبا پایان کار مورد پشتیبانی بیشتر مردم آلمان قرار داشت، یعنی با پشتیبانی اکثریت مردم این کارها را انجام میداد. در خیلی از کشورهای دیگر جهان هم شما اگر معروف هست میگویند که اگر، یعنی مطمئنا این گونه است که یکی از دلایلی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه، به ویژه فرانسه، وارد دخالت در ویتنام شد این بود که اگر اون قراری گذاشته بودند انتخابات آزاد در ویتنام انجام میشد قبل از آغاز این دوره جدید جنگ ویتنام، هوشیمین با اکثریت آرا در هر دو بخش ویتنام برنده میشد. این است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم دموکراسی واقعا
ژرف‌تر شده، یعنی درست‌تر شده و از اون مفهوم عمومی حکومت اکثریت با اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوند پیدا کرده و دموکراسی حقوق بشری در دنیا شکل گرفته که همه دموکراسی‌های دنیا امروز حقوق بشری نیست. مثلا دموکراسی در آمریکا هنوز دموکراسی حقوق بشری نیست، یعنی دولت ایالات متحده آمریکا هنوز اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان مبنای حکومت نپذیرفته، به اون متعهد هست، امضا کرده اون اطلاعیه اعلامیه رو، ولی بسیاری از مبانی اون رو تابع قوانین خودش میدونه. در اروپا به ویژه اروپای جدید، اروپای متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر سنگ بنای ساختن دموکراسی های تازه اروپا است، دموکراسی های تواناتر شده اروپا پس از جنگ جهانی است و در این دموکراسی ها یکی از مهمترین مؤلفه های دموکراسی تضمین حقوق اقلیت هاست و اقلیت هست، یعنی حالا اینجا اقلیت میتواند اقلیت دینی باشه، اقلیت قومی باشه، اقلیت زبانی باشه و از همه اینها مهمتر اقلیت سیاسی. یعنی صندوق رأی صندوق یک بار مصرف نیست، آنگونه در بسیاری از کشورهای جهان است، مانند خود ایران که وقتی طرفداران آیت الله خمینی به قدرت رسیدن از راه انتخابات قوانین رو تصویب کردن در جامعه که دیگه به مخالفین اجازه رقابت برابر رو نمیده، یا میگفتن در الجزیره اگر اسلامیست ها در اون چند سال گذشته پیروز شده بودند که شده بودند، اگر قدرت رو به اونها میدادند ما دور دوم انتخابات نمیدیدیم. زیبایی دموکراسی در دنیای جدید در این است که در دور دوم انتخابات، نه در دور اول انتخابات، یعنی در انتخابات دوم هر کشوری است که معلوم میشود این کشور دموکراسی است یا نه. آمریکا نمونه خیلی خوبی هست، پس از دوره آغاز ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور یا پس از پایان اولین دوره رئیس جمهور ریاست جمهوری واشنگتن گفتگو خیلی بود که خود او الان تا پایان عمر رئیس جمهور باقی بمانه و نپذیرفت. یکی از خدمات برجسته‌ای که به ماندگاری دموکراسی در آمریکا شخص رئیس جمهور اول آمریکا کرد در همین بود که نپذیرفت و ادامه کار رو به انتخابات مردم محول کرد. انسان فرزانه‌ای بوده. به نظر من اونهایی که آمریکا رو پایه گذاشتن روی هم رفته آدم‌های بسیار باورمندی به پیدایش یک ساختار مدرن بودند، با همه گرفتاری‌هایی که گاه در رفتار شخصی خودشون داشتن، بسیارشون برده‌دار بودند، ولی در این ساختن دولت مدرن گام‌های بسیار نیکی رو برداشتن. پس از جنگ جهانی دوم موضوع دموکراسی و امروز در دنیای نو موضوع دموکراسی با چند عامل دیگر پیوند مستقیم داره: تضمین حقوق اقلیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر. پس یه تغییر عمقی در مفهوم دموکراسی رخ داده. یعنی این دموکراسی، حالا بعضی ها میگن که ریشش در یونان هست، اون دموکراسی یونان دموکراسی اشراف بود، دموکراسی شهری بوده، نه تنها دموکراسی شهری، دموکراسی اشراف بود. یعنی این حقوق رو تنها گروه کوچکی از مردم حتی آتن داشتند، یعنی همه باشندگان شهر آتن دارای این حقوق نبودند، گروه کوچکی از مردم آتن دارای این حقوق بودند. حتی در قانون اساسی آغازین ایالات متحده آمریکا شما باید درجه از دارایی می‌داشتید تا اینکه بتوانید رأی بدید. یا در ایران هم، در قانون اساسی ایران هم در آغاز کار حقوقی که برای در نظامنامه انتخاباتی برای رأی دهندگان تعیین شده بود درجه از دارایی بود، هر کسی نمیتونست رأی بده، اینها رو از بین بردند، ولی چیزهای دیگری رو بهش اضافه نکردند که بعدها گریبانگیر دموکراسی در ایران شد، موضوعی که مصدق باش گرفتاری داشت و اون نداشتن سواد برای به عنوان یک میزانی، یک زمینه‌ای برای رأی دادن، که این نوع دموکراسی در کشورهای مانند ایران یعنی رأی خانها، چون مردم روستایی که رأی‌های خریداری شده، اصلا خریداری هم لازم نبود بشه، خریداری شده در شهرها بود، در روستاها دستور خان بود، اصلا یک روستایی که به خودش اجازه نمیداد که جدا از دستور خان و مالک کاری بکنه، خان به هر کس که خان رأی میداد ده هم رأی میداد و نیازی هم به این نبود که پولی به او پرداخت کنه. در رقابت‌های بعدی است که پول پیش آمد، یعنی عده‌ای آمدند و خانه‌ها رو می‌خریدند و پول بین گروهی از مردم هم تقسیم می‌کردند. ولی روی هم رفته باید گفت امروز ما با این مفاهیمی از دموکراسی روبرو هستیم که اگر بخواهیم اون رو به ویژه در مورد ایران یک پدیده ماندگار بکنیم،
جدا ماندن نهاد دین از نهاد فرمانروایی یکی از بنیادهای اون هست که با سکولاریسم پیوند داره و این از هم جدا نشده است و جنبه بسیار مهم اون مبارزه با تبعیض هست، یعنی رفع تبعیض و برابری حقوقی همه شهروندان از هر تبار و دین و آیین و جنس و جنسیتی که هستند در برابر قانون و تضمین حقوق اقلیت. یعنی تضمین حقوق اقلیت تا جایی که یک گروه کوچک هم بتواند در مجلس راه داشته باشه. این رو البته بر سرش خیلی گفته بود. در کشوری مانند هلند یکی از نمونهای بسیار برجسته اوج رساندن این حقوق دموکراسی است. یعنی خود هلندی ها، یعنی حتی نیرویی که به حکومت میرسه در هلند، اون حزبی که به حکومت میرسه، مدارا رفتار مدارایرانه در پیش میگیره و با دیگران ائتلاف میکنه و نوعی در دموکراسی هلند هست که در هلند اگر یک گروه حتی 1% آرا هم داشته باشه باز به مجلس راه پیدا میکنه، چند تا نماینده نماینده خواهد داشت. در آمریکا این نیست. در فرانسه هم اینجوریه. در فرانسه تا حدودی این هست، باید یه درصدی بالاتر از 5% است. در آمریکا چنین نیست. آمریکا سرزمین رقابت بسیار گاه خشونت آمیز در همه زمیناست، مالی، سیاسی، یعنی برنده میخواهد همه چیز رو ببره و حتی متوسل میشود به روش هایی که نیروی مخالف نتواند هیچگاه در قدرت شرکت کنه و این رو هم جمهوری خواهان در آمریکا کردن و هم دموکرات ها. یعنی اگر قدرتشون برسه کاری خواهند کرد که حزب مقابل به چنان ناتوانی برسه که هیچگاه نتونه در قدرت شرکت بکنه، در حالی که فلسفه چیره بر سیاست مثلا در هلند این نیست. حتما باید جایی برای نیروهای مخالف هم باشه. این در زمینه دینی هم هست، در زمینه هر نوع اقلیتی هست. بنابراین دموکراسی امروز یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش تضمین حقوق اقلیت هست به هر صورتی که ممکن است و هرچه ژرف‌تر بشود به ژرف‌های بیشتری برسد، ژرف‌تر از این منظر مطرح می‌کنم که بیشتر به عمق بره، به پای به ریشه دارتر بشه این دموکراسی، این ژرفای دموکراسی به این اون وقت ارتباط پیدا میکنه که تا چه اندازه یکایک شهروندان احساس میکنن که در ساختارهای فرمانروایی نه تنها کلان بلکه خرد جامعه هم درگیر هستن. این در واقع زیر چتر حمایت دموکراسی واقعی هستن. بله. آقای امینی عزیز، درباره سکولاریسم چی میفرمایید؟ سکولاریسم یک جنبش به سوی مدرنیته و حرکتی برای دور شدن از ارزش‌های دینی تلقی شده. بله. اولین بار یک نویسنده انگلیسی در قرن 19 واژه سکولاریسم رو به کار برد، ولی در ایران اولین بار کی بوده؟ بله. جیکوب هالیوک. بله. بله. اولین بار کی بوده در ایران که این واژه مصرف شده؟ به نظر میاد که نخستین بار در فرهنگ سیاسی نوشتاری ایران سال 1349 به این سوی بوده، یعنی حدود 9 سال پیش از انقلاب بوده که واژه سکولاریسم اصلا در فرهنگ سیاسی ایران به کار برده شده. این پرچم دین ستیزی داشته؟ به هیچ روی. اصلا ببینید اینجا خیلی مهم هست به چند نکته اشاره کنیم. آنچه که امروز در میان برخی از روشنفکران ایرانی و سیاسیون ایران به عنوان سکولاریسم روان شده و پذیرفته شده، سکولاریسم نیست، یک صورتی از دین ستیزی است و حتی سخن از این گفته می شود که دین باید از سیاست جدا بشه. یعنی حتی یک روحانی نباید در سیاست دخالت کنه، یک روحانی نباید در مجلس نماینده بشه. این با دموکراسی و حقوق بشر نمی خواهد، برای اینکه رخت انسان که نمی تواند حقوق او رو تعیین بکنه. شما می توانید کسی رو مانند آقای شریعتی، مرحوم شریعتی داشته باشید، رخت دینی هم بر تن نداره، ولی در پاره باورها از برخی از آخوندهای منبر الفکر واپس مانده تر. خب چنین شخصی میره باورهای مذهبیشو غالب میکنه بر دموکراسی. اینجا دیگه برمیگرده به اون موضوع اساسی که با سکولاریسم پیوند پیدا میکنه. سکولاریسم یعنی حق قانونگذاری زمینی، یعنی خداوند، الهیات یا کسانی که ادعا میکنند حقوق ویژه‌ای رو از سوی خداوند گرفتن یا الهامی به اونها هست یا جایگاه ویژه‌ای رو در یک دستگاه دینی دارند، رتبه و منزلتی در یک دستگاه دینی دارند و مفسر دین هستند
و کتاب‌های آسمانی رو درک کردن. اینها برتری از انسان‌های زمینی در حوزه قانون‌گذاری ندارند. این تفاوت پشت در میمونن. اگر رأی بیارن وارد میشن و انسان هم حق داره که در حوزه قانون‌گذاری باورهای دینی شخصی خودش رو دخالت بده. یعنی ببینید، اجازه بدید یک مثال خدمتتون بزنم. مشروبات الکلی، یک مجلس سکولار میتواند در یک کشوری یا در یک شهری، شهرداری میتواند به دلایلی نوشیدن مشروبات الکلی رو برای همیشه یا برای روزهای معینی یا برای ساعتهای معینی ممنوع کنه. این در بیشتر کشورهای جهان است. در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان در این شهر یا اون شهر از یک ساعتی به بعد دیگه نمیشه. ملاحظاتی است. در برخی از مناطق آمریکا اصلا فروش مشروبات الکلی غیر قانونی است و میرن مردم از یک کانتی دیگر، از یک بخش دیگه در اون ایالت مشروب میارن. تا اینجا این قانون زمینی است، یعنی یک واحد زمینی، یک شهرداری که منتخب مردم هست و از خداوند قدرت خودش رو نگرفته، کلیسا نیست، مسجد نیست، آمده و بر پایه دلایلی که ممکنه این دلایل هم غلط باشه و حتی دلایلی که ممکنه در پس اندیشه قانون گذاران دین درش دخیل باشه، آمده و قانونی گذرانده که نوشیدن نوشابه های الکلی رو یا دشوار بکنه یا غیر ممکن بکنه. مثلا در برخی از کشورهای اروپایی آنقدر مالیات میبندن، همون که تو ایران بهش میگفتن باندرول، که صرف نمیکنه برای خیلی ها که این مشروب رو خیلی راحت بخورن. خب دلایل ممکنه پزشکی درش باشه، دلایل سلامت اجتماعی درش باشه و حتی دلایل مذهبی درش باشه. این همین مثال رو میشه در مورد سقط جنین زد. یک انسان کاتولیک میتواند از منظر باور کلیسایی با سقط جنین مخالفت کنه، بگه این قتل نفس، ولی برای اینکه این به قانون در جامعه تبدیل بشه او باید برود یک کارزار گسترده راه بیاندازه، مجلس قانونگذاری در اون کشور یا مجلس ایالتی یا انجمن شهر این قانون رو تصویب بکنه. کار غلطی است. دخالت اندیشه های دینی در حوزه، یعنی یه نهاد غیر مذهبی باید تصویب کنه. دقیقاً. یعنی اصولاً سکولاریسم موضوعش دین ستیزی نیست. اصلا سکولاریسم پیدا شد برای اینکه حوزه های کار عرفی غیر دینی دینداران رو توضیح بده. در داخل کلیسا این بحث در گره که آیا یک شخصیت کلیسایی غیر از کار دینی کار عرفی هم میکنه. این در شرق حل شده بود، یعنی در میان مسلمانان عرف و شرع از هم جدا بود و به هم پیوسته نشده بود، چیزی که در غرب تا حدود زیادی به هم پیوسته بود. یعنی در غرب به دلیل هزار سال حکومت دینی از دورانی که در آغاز سده هفتم مسیحیت، کاتولیسم مذهب رسمی اروپا شد، همه اروپاییان، تا دوران مدرنیته نزدیک به هزار سال تا پیدایش پروتستانیسم یک برداشت روشن از مسیحیت که برداشت کلیسای کاتولیک بود، برداشت چیره همه مردم بود و اصلا کسی بنا نبود به دین دیگری باور داشته باشه، همه بنا بود مسیحی باشن و همه بنا بود به دنیا بر پایه نگاهی که کلیسا به دنیا مینگریست بنگرند و کلیسا همه زندگی مردم بود، عرف و شعر در هم آمیخته بود و دولت کلیسایی ارتش داشت، چهار جنگ صلیبی به پا کرد و در زندگی خصوصی مردم تا این حد مداخله میکرد که اگر کسی متهم شده بود به اینکه جادو جنبل میکند یا جادوگری میکند، سحر و کارهای از این قبیل میکند، دادگاه کلیسایی به کار او رسیدگی میکرد و گاه او رو زنده زنده میسوزندند، یا اگر در علوم دخالت میکرد، کاری که با برونو کردند در ایتالیا، کشیشی بود بسیار باورمند، او رو زنده سوزاندن به دلیل حرفایی که میزد، یا گالیله رو وادار کردن که پوزش بخواد از اینکه کلیسا و روم و واتیکان کانون همه کائنات نیست و جهان گرد هست و میچرخه به دور خورشید. این چیزهایی که به هر حال در علوم شرق پذیرفته شده بود در میان دانشمندان
نجوم ایران و دیگر کشورهای اون دوران، در حتی در میان کتاب‌های فقهی، در فقه اسلامی، دو سوم کتاب‌های فقهی اسلامی، دو سوم دستورهای فقهی به امور عرفی می‌پردازه، این امور معاملات، خیارات، روابط میان مردم، و یک سوم اون به مسائل شخصیه، امور شخصیه می‌پردازه. بنابراین ما در تاریخ به ویژه ایران تفاوت میان عرف و شرع رو داشتیم و از نقطه نظر ساختار فرمان روایی هم، فرمان روایی در ایران اساساً غیر دینی بوده، فرمان روایی سکولار بوده اگر این مفهوم رو بشه ازش استفاده کرد، یعنی قدرت پادشاه و شمشیر سلطان بر اندرز علما میچربیده، البته علما مشروع میکردن این شمشیر رو، ازش پاسداری میکردن یا به وسیله این شمشیر آسیب میدیدن، ولی شمشیر سلطان هست، چون نظام فرمان روایی در ایران نظام های شهریاری است، نظام های شهریاری پیش از اسلام، نظام های شهریاری غیر ایلی است، نظام های از سده سوم به این سو در ایران، نظام های سده چهارم به این سو ایلی است تا دوران مدرن، ولی به هر حال نظام های عرفی، نظام های غیر دینی است اساسا، حتی اونجایی هم که دین قدرت پیدا میکنه این سلطان هست که دین رو در پناه دولت بهش امکان میده، این اردشیر پاپکان هست که زرتشتیگری رو دین رسمی میکنه، این شاه اسماعیل صفوی است که علما رو وارد ساختارهای و به ویژه جانشین شاه طهماسب وارد کارهای دیوانی میکنه، و یا این سلطان محمود غزنوی است که به توصیه علما به جنگ با رافضی ها میره، یا این سلجوقیان هستند که فخر دین امام فخر رازی یا غزالی رو به کارهای دیوانی و کارهای اندرز به سلطان میکشانند، اونها قدرت ندارند، در حالی که اروپا اینطوری نیست، اروپا نظام شهریاری پس از آغاز رفورماسیون، پس از آغاز شکافی که در کلیسا به وجود میاد آغاز میکنه، یعنی رشد میکنه، اصلا نظام شهریاری پدیده یه نسبتا جدیدی است در اروپا، نظام شهریاری جدید، و در نتیجه این بحث سکولاریسم در اروپا برای پاسداری از حقوق دینداران در آغاز شکل میگیره، نه برای پاسداری از دولت. در امریکا هم همینجور، در امریکا هم همینطور، اصلا در امریکا که سرزمین مهاجران بوده بیشتر این کوچ کنندگان به این ینگی دنیا یا سرزمین تازه از ستم دینی فرار می‌کردن، اگر در بریتانیا بوده و کاتولیک بودند که خب کلیسای انجلیکن به اونها ظلم می‌کرده، اگر در آلمان بودند و کاتولیک بودند همچنین، اگر در فرانسه بودند و پروتستان بودند، به ویژه بعد از اون کشتار 37 چند هزار پروتستان در یک شب در نزدیکی پاریس، خب اینها امیدشون به یک سرزمین و کشوری بوده که در اون دین رسمی وجود نداره، و در نوشتن قانون اساسی آمریکا تعهدی که به شهروندان داده شد این بود که دولت دین رسمی، کلیسای رسمی ایجاد نخواهد کرد، و در نامنگاری هایی که میان ایالت های تازه پا با پایه‌گذاران دولت آمریکا از جمله تاماس جفرسون وجود داره و اون از دیوار میان دین و دولت صحبت میکنه، در واقع برای تضمین آزادی دین هست به رهبران دینی منطقی که به اونجا نیو انگلند میگفتن، این بشارت رو میدی که در دولت ما دین شما امنیت خواهد داشت، ما هیچگاه دین رسمی درست نخواهیم کرد و یا بیدینی رو در جامعه رواج نخواهیم کرد. آقای امینی، من در اینجا یه سوال میخوام بکنم درباره امریکا، آیا این اندیشه های امثال جفرسون و کلن قانون اساسی اولیه ایالات متحده اینا تحت تأثیر مبشران دموکراسی اروپایی هستن؟ جان لاک یکی از مهمترین اونهاست، بله، و همچنین ولتر و ولتر، بله، ولی به ویژه جان لاک، به ویژه در زمینه پیدایش دموکراسی و اندیشه‌های مدرن در اروپا یکی از کسانی که سخت تأثیر گذاشته جان لاک و چند نفر دیگر از نخبگان به هر حال اندیشه مدرن. برخی هم میگویند که اندیشه‌های کوروش در اون زمان برای جفرسون شناخته شده بوده و بله، استفاده بله، استفاده کرده. اندیشه کوروش نیست، بلکه کتاب کوروش پروری گزنفون هست که در مورد چگونگی
کشورداری است، یه روش متفاوتی از اون اندیشه‌ای بوده که ماکیاولی در شهریار یا در پرنس وعده میداده که یه زمانی حتما دربارش میتونیم صحبت کنیم. ولی برگردم به نکته‌ای که اشاره کردید، در ایران موضوع سکولاریسم از این جهت چندان مطرح نشد، چون به طور طبیعی در پیدایش دولت مدرن در ایران ما با یک رفتار سکولار نه تنها روبرو بودیم، بلکه این دولت سکولار یا عرفی رو دینداران و رهبران دینی هم پذیرفته بودند. یعنی شما اگر برگردید به آغاز مشروطه می‌بینید که در اون چالش بزرگی که بر سر پیدایش قانون اساسی، نوشتن قانون اساسی به وجود می‌آید، این نیست که روحانیون در برابر غیر روحانیون قرار دارن، گروهی از روحانیون در برابر گروه دیگر از روحانیون قرار دارن و روشنفکران در کنار این گروه از روحانیون هستند. اون چیزی که آقای طباطبایی به درست میگوید مکتب آخوند خراسانی، یعنی آخوند خراسانی در برابر اندیشه‌های شیخ فضل‌الله نوری و یزدی است. یا آخوند روشنفکر بوده. ببینید، شاید واژه روشنفکر رو نشه در این زمینه به کار برد. اینها کسانی روشن ضمیر بوده. حتی میتوان گفت در بعضی زمینه‌ها شاید روشن هم نبودند، ولی یک داوری فقهی روشنی داشتند. و این داوری فقهیشون این بوده که تا ظهور امام ناپیدا، یعنی در دوران غیبت، بهترین فرم حکومت، حکومت مشروط است. اون چیزی که از مشروطه دریافت کرده بودند و باش آشنا شده بودند که در این مشروطه یه چیزی به نام مردم وجود داره که علما هم جز اونها هستند، چون تو مردم نفوذ دارن و شاه حکومت مشروط رو انجام میدهد یا اعمال میکنه، حکومت قدرت پادشاه مشروط و محدود هست و قوانین در کشور وجود داره، این در دوران غیبت بهترین مدل فرمان روایی است. این رو پذیرفته بودند. حالا شما این رو میتوانید بگید یک درجه ای از روشنفکری، ولی این اندیشه بوده است که در میان بسیاری از روحانیان طرفدار مشروطه در دوران مشروطه چیره میشه و شیخ فضل‌الله نوری و گروه دیگر با این مخالف بودند. یعنی میگفتند که خیر، حتی در دوران غیبت هم علما باید فرمانهاشون، فتواهاشون و دستورهاشون بر همه امور مسلمانان و غیر مسلمانان چیره بشه و در کشور اسلامی نمیتوان از برابری حقوق مسلمان و غیر مسلمان صحبت کرد. مسلمان و غیر مسلمان نابرابر هستند، زن و مرد نابرابر هستند، شیعی و غیر شیعی نابرابر هستند و چیزی وجود دارد به نام امت مسلمان، اون هم به ویژه امت مرد مسلمان، که مرد در واقع حقوق برتری داره، مرد مسلمان حقوق برتری از دیگران داره، مرد مسلمان شیعی حقوق بیشتر از دیگران داره و مرد مسلمان شیعی مجتهد از همه این حقوق بالاتر داره. این حرف شیخ فضل الله رو برای نخستین بار آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی و مجلس خبرگان و انقلاب اسلامی و تشکیلاتی که به وجود آمد بیان کرده، اجرا کرده است. یعنی مرد مسلمان شیعی مجتهد وفادار به ولایت فقیه، بسیاری از شیعیان رو هم کشتند. بله دیگه، اونا شیعیانی هستن که باورمند نیستن، باورمند به این چیزها نبودن، شیعی‌زاده ای بودن که به کافر فطری تبدیل شدن. آقای امینی، یه سوال دیگه در مورد مشروطه است. البته هنوز در قانون اساسی مشروطه هیچ رگه ای از حضور سکولاریسم وجود داره؟ بذارید این گونه در واقع پاسخ بدم که در قانون اساسی مشروطه اساساً یک قانون سکولار هست که در برخی از بندها بر اون گرد شرعی پاچیده است. یعنی درست عکس این هست. این نیست که قانون اساسی مشروطه اینجور که یکی از نویسندگان مربوط به کسی که بررسی کرده مشروطه ایرانی رو نوشته اشاره میکند که اساساً قانونی است که جنبه دینی داره و جنبه‌هایی از سکولاریسم درش به چشم می‌خوره. خیر، قانون اساسی مشروطه اساساً قانون سکولار هست، ولی در بندهای گرد دینی بر اون پاچیده شده. ولی چیرگی بخش‌های سکولار قانون بسیار بسیار برجسته است. یعنی اصولاً این که قانون اساسی مشروطه میپذیره که حق قانونگذاری با مجلس هست، یعنی این پایان دخالت نهاد دین در فرمان روایی،
یعنی نهاد دین اینجا فقط میتواند از این پس اندرزگو باشه که چنین قانونی رو نگذرانید، از مردم بخواهد که به این وکیل مجلس رأی ندهید که این جزء حقوق اونهاست و غرب هم چنین میکنند، ولی نمیتواند بگوید که این قانون مخالف شرع نباید اجرا بشه. این رو البته در متمم قانون اساسی، در اصل دوم متمم قانون اساسی آوردند که گروهی از علما مانند مجلس خبرگان اینها بیایند و نظارت بکنند بر شورای نگهبان، نه مجلس خبرگان، مانند شورای نگهبان نظارت بکنند بر قوانین. چی شد که نکردند؟ عملی نبود، طوری نوشته شد که قابل اجرا نباشه. رندانه نوشته شد بله، قابل اجرا نباشه و خود علما هم نمیتونستند، خود روحانیون هم نمیتوانستند از میان خود 5 نفر رو برگزینند. شیخ فضل الله به درستی اشاره میکرد که هر یک از ما دارای حق اجتهادیم، هر یک از ما دارای حق فتوا هستیم. گزینش 5 نفر از میان 20 نفر به قرعه مجلس یک شوخی است و هر یک از ما میتواند یک قانونی رو ناقض اسلام بدونه و این قانون رو کنار بگذاره. خب آغاز دورانی در تاریخ ایران بود که این حق تاریخی علما رو محدود میکرد به امور شخصیه و میگفت که نه، شما کارتون امور شخصی است، در مورد نماز و روزه و وضو و حج و چیزهای دیگر هر چی میخواهید بگوید و مسلمانانی هم که از شما تقلید میکنن میتواند اینها رو اجرا کنند، ولی اداره سرزمین یا به قول کسروی سررشتداری مملکت با نمایندگان مردم هست و قوای سگانی که در کشور به وجود آمده که مجلس قانونگذاری نگین مشروطه است، در کانون مشروطه نشسته و این مجلس قانونگذاری نخست وزیر رو انتخاب میکنه و شاه اون رو میپذیره و هیئت وزیران رو باز مجلس قانونگذاری تصویب میکنه، یعنی باز با معرفی نخست وزیر، و سپس قوه‌ای هم وجود داره به نام قوه قضایی که مستقل باید باشد و این قوه قضایی امور حقوقی جامعه رو برش چیرگی داره. آقای امینی، چه فرقی است بین مدرنیته و سکولاریسم؟ سکولاریسم یکی از پایه‌های، یکی از زمینه‌های مدرنیته است، یعنی یکی از، باید گفت یکی از نوزادان مدرنیته است، یعنی از دل این چالش مدرنیته اندیشه های دموکراسی نو به وجود آمد، اندیشه جمهوری مردم به وجود آمد، یعنی جمهور مردم، رأی مردم و سکولاریسم، جدا ماندن نهادهای دینی از نهادهای فرمانروایی و حق قانونگذاری زمینی. در عرض کردم در اروپا در بیشتر کشورها ما با یک سکولاریسم روی هم رفته نرم روبرو هستیم، در برخی از کشورها به دلیل پیشینه تاریخی با یک نوع سکولاریسم خشنتری روبرو شدیم، مانند فرانسه که یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های اونهاست. لایسیته در فرانسه شکل گرفت و بعدش اینم می‌خواستم بپرسم که لایسیته چه فرقایی داره با سکولاریسم؟ لایسیته به دولت این اجازه رو میده که در جنبه‌هایی از دین دخالت بکنه. مثلا در قانون لایسیته فرانسه تا سال 1945 که عوض کردن این رو، سنگ آرامگاه یک انسان نمیتوانست صلیب برش باشه، یعنی هیچ نماد دینی، تظاهر دینی نمیتونست باشه. خب اینها از بین رفت البته به تدریج، یعنی یکی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و پیدایش حقوق بشر در این بود که سنگ قبر مردم به شما چه ربطی داره، این کار دولت نیست، یک نفر میتونه قبرش رو تاج صلیب باران بکنه، علامت دینی اسلامی بگذاره، ستاره داوود بگذاره، کار شخصی است. و لایسیته در برخی از کشورها به افراط رسید، مانند ترکیه که نمونه برجسته لایسیته یک کشور اسلامی، حتی میدونید که به طور تصادفی البته گفتن کشتی کسانی که میخواستن به حج برن رو غرق کردن و توپ بستن، گفتن تصادفی بوده، ولی خب میدونیم تصادفی نبود. در ایران هم کوششی شد در دوران رضا شاه در اون ماجرای قانون خلع لباس که لباس دینی باید متعلق به مجتهدین، طلاب علوم دینی و کسانی باشه که جواز گرفتن، یعنی حتی جواز باید می آمدن از دولت امتحان می دادن و هر کسی نمی دادن. پیامدهای نیکی داشت در زمینه‌هایی، ولی به هر حال باز دخالت دولت بود در امور دینی.
برجسته ترین نمونه هایی بود در کشورهای سوسیالیستی بود. اتحاد جماهیر شوروی که اصلا دین تابع دولت بود، دین افیون اجتماع بود. اون برداشت نادرستی که از سخن مارکس کرده بودن، که اون مارکس این افیون رو به عنوان تسکین دهنده میگوید و در اینجا به عنوان زهر ازش استفاده میکردن. یا امروز در چین که کلیسای کاتولیک یا پروتستان یا مسجد مسلمانان، اینها رئیسی دارن که هر کدومشون که دولت اونها رو تعیین میکنه. حتی در فرانسه امروز هم تا حدودی ما با جنبه‌های از لایسیته روبرو هستیم. کوششی که برای غیرقانونی کردن حجاب به کار بردن و بعد اندکش کردن به پوشیدن صورت که درست است، گفتن ارتباط با مسائل امنیتی داره. اول میخواستن اصلا هر گونه حجاب را غیرقانونی کنن. یا این واقعیت که در فرانسه بودجه بسیاری از مدارس کاتولیک رو دولت تعیین میکنه، کمک میکنه. خب این در واقع یک نوع دخالت دولت هستش در یک دین، در یک رشته از دین. بودجه مسجد رو تعیین نمیکنه، بودجه مدارس کاتولیک رو تعیین میکنه، چون این مذهب رو با خودش، این آیین رو با خودش بیشتر نزدیک میدونه. ما این رو نداریم در ایالات متحده آمریکا، در خیلی از کشورهای دیگه اروپایی هم نیست. این نوع مداخله به شمار میاد. ولی روی هم رفته باید گفت در مورد ایران هم امروز به دلیل رفتار جمهوری اسلامی، واکنشی که وجود داره در مورد سکولاریسم، واکنشی که به این حکومت وجود داره، یه نوع برداشت بسیار افراطی از سکولاریسم رو در میان روشنفکران بیدین به ویژه روان کرده که اون دین ستیزی است و درست هم نیست. حتی من در این سفرهایی که میکنم غیره دیدم از سوالهایی که همیهنان میکنن که تا تکلیف دین روشن نشه کشور ما دموکراسی نخواهد دید، که من توضیح میدم میگم اگه شما میتوانید تکلیف دین رو از راه قانونی در جامعه تعیین بکنید، دین پدیده ایست که خواهد بود و بسیاری هم به اون باور خواهند داشت. اگه کسی تصمیم میگیره به اون باور نداشته باشه موضوع شخصی است. ولی دعوای سکولاریسم با دین مردم نیست. دعوای سکولاریسم امروز با اونهایی است که میخوان به نام دین در امور فرمانروایی اداره جامعه و در دین مردم دخالت بکنن. اتفاقا در یک کشور سکولار دین تأمین و امنیت بیشتری داره تا در یک کشور اسلامی یا مسیحی، چون کشور وقتی صورت رسمی دینی پیدا کرد، دینهای دیگه در امنیت نخواهد بود و دین بر پایه تفسیر دولت تعیین خواهد شد، کاری که امروز ما در ایران می‌بینیم که مسلمان و غیر مسلمان بودن رو دولت تعیین می‌کنه. آیا من یه سوال دیگه دارم درباره مشروطیت، و اون این است که مشروطیت ایران یک اندیشه‌ای بودش که خب در میان مبشران مشروطه به حال هواداران بسیار داشت، ولی جامعه ما یک جامعه تجربه کننده عصر روشنگری نبود. آیا میتوان این رو یکی از عوامل شکست مشروطیت دانست؟ اسم اون رو البته من شکست نمیذارم، بلکه ناکامی. مشروطه میذارم. چون ببینید مشروطه اساساً دو چشمنداز در برابر خودش قرار داد. یعنی از تمام بحثایی که از دوران مدرنیته به وجود آمد وقتی بگذریم، چشمندازی که در برابر مشروطه قرار گرفته بود و انقلاب مشروطه، یکی ساختن یک کشور مدرن ملی بود، یعنی دولت مدرن ملی، و دیگری مشارکت مردم. مشارکت مردم به چند چیز احتیاج داشت. به آزاد بودن قوه قضایی نیاز داشت، به آزاد بودن فرایندهای انتخاباتی نیاز داشت، و از همه اینها مهمتر به آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی اندیشیدن، آزادی روشنفکری نیاز داشت. این بخش از دست آرزوهای مشروطه در ایران ناکام بود. یعنی در حوزه مشارکت مردم، ساختن قوه قضایی مستقل از دولت که دولت و پادشاه نتواند در اون نفوذ داشته باشه، نخست وزیر نتوانه با استفاده از رأی قضایی یا دادگاه ها کار خودش رو جلو ببره، در واقع دادگاه ها باشن که در برابر افراط و زیاده روی های دولت و دولتیان و مأموران دولت می ایستند. اینها انجام نشد در ایران. روزنامه ها آزاد نبودند بعد از یه دورانی که به ویژه از آغاز دوره رضا شاه به این طرف.
آزادی اجتماعات نبود، احزاب نمی توانستند آزادانه شکل بگیرند، یا با دستور آخری نمونهش با دستور شخص پادشاه احزاب منحل می شدند و جامعه تک حزبی شد. جامعه روشنفکری از آزادی برخوردار نبود. اما در زمینه ساختن دولت مدرن ملی ما در ایران اساسا موفق بودیم، یعنی این آرمان مشروطه در ایران انجام شد. آن چیزی که به درستی شما بهش اشاره می کنید در این هست که مدرن سازی اروپا بر بستر عصر روشنگری قرار داشت و عصر روشنگری اروپا یک عصر درخشان گستردهی بود که در همه زمینه ها شما نخبگان و اندیشمندان و انسانهای برجسته می دیدید. هنر، دانشها، سیاست، فلسفه، اقتصاد، در تمام زمینه ها ما با یک جهش رو بروستیم، یک دوران گسترده روشنگری که در این دوره روشنگری و پیدایش چالش های فکری جدید فیلسوفان پیدا شدند، نظریه پردازان اقتصادی پیدا شدند، نظریه پردازان اجتماعی به وجود آمدند، علم سیاست شکل گرفت و دیگر علوم در واقع پدیدار شد و از همه اینها مهمتر در عصر روشنگری دانش در کانون جامعه نشست. یعنی جامعه پذیرفت که دانش ها باید موتور اندیشیدن و پیشرفت جامعه باشه و خرد و فردگرایی به اوج رسید. اصلا بنیاد مدرنیته فردگرایی است، یعنی اصالت فرد، اصالت انسان و اصالت انسان بر همه جنبه های دیگر مدرنیته میچربید، یعنی حقوق انسان و اینکه البته در سالهای خیلی پس از آغاز مدرنیته در اعلامیه جهانی حقوق بشر سرانجام به اوج رسید از برکت این عصر روشنگری است که در این عصر روشنگری انسان ها توانستند به ویژه در زمینه فلسفی گریبان خودشون رو از دستورها و آموزش‌های یکسویه دینی رها بکنن و خردگرایانه به دنیا نگاه کنن. ما این عصر رو در ایران نداشتیم. ما انسان‌های روشنگر داشتیم در پیش درآمد مشروطه، دستچینی هم داشتیم. این شماره بسیار اندک انسان‌هایی داشتیم که اینها سخنی نو به میدان آوردن. چیزهای اینجا و اونجا جمال الدین اسدآبادی گفت، کار بسیار ارزنده‌ای به نظر من از بسیاری کارهای دیگر برجسته مستشار دوله تبریزی کرد در کتاب یک کلمه. سرنوشتش چی شد؟ در زندان مرد. بله در زندان. رئیس مجلس مگه نبود؟ مستشار دوله تبریزی نه، اون ساده اون نه. بله اون برادر زاده سنیا دوله بود. نه خیر. آره ولی اون که اون مستشاری که می‌فرمایید برادر زادشه. صادق. برادرزاده همین مستشار دوره تبریزی است، ولی خود مستشار دوره تبریزی که کتاب یک کلمه را نوشت در زندان مظفرالدین شاه درگذشت، یا به هر حال سرانجام ولی بود، سرانجام ولی داشت. برخی شد شما خودتون جدا کردین یک کلمه جدا نکردم، یک کلمه جنبه هفتگی خودش را دست داد و کنه برنامه‌اش خواهد بود. مواظب باش. یا کارهایی که میرزا ملکم خان کرد، یا کارهایی که آخوندزاده به جامعه ارائه داد، کارهای بسیار ارزنده‌ای بود و زنده یاد آدمیت در این زمینه واقعا کارش بسیار ارزنده‌ای انجام داده که اینها رو مورد بررسی قرار داده، معرفی کرده به جامعه. ولی روی هم رفته ما عصر روشنگری نداشتیم. عصر روشنگری ایران الان 10 سالی که در ایران آغاز شده، در همین جنبش جوانان، در همین جنبش زنان، در اندیشه‌های تازه‌ای که در جامعه در حال شکل‌گیری است و به زیر پرسش بردن بسیاری از ارزش‌ها رو، در واکنش به حکومت دینی در ایران، ما در کمرکش عصر روشنگری دیر رسیده ایران هستیم و به همین دلیل هم زمینه‌های یک دموکراسی ماندگار و یک سکولاریسم بومی شده ایرانی امروز داره در ایران فراهم میشه، در واکنش به اوضاع احوالی که در این سال‌ها وجود داشته. آقای امینی چند دقیقه داریم تا پایان برنامه، میخواستم البته خیلی سوال دارم در این زمینه، میخواستم ازتون بپرسم که اون چه که بعد از ناکامی انقلاب مشروطه رخ داد یک تشنگی مردمی بود برای امنیت. بله.
و در واقع رضا شاه پاسخگوی این تشنگی بود. آیا در عصر رضا شاه چه نوع دولتی؟ آیا یک دولت سکولار ما داشتیم؟ بله. یا یک دولت سکولار غیر دموکراتیک؟ ما یک دولت سکولار غیر دموکراتیک داشتیم، یعنی در ایران خودکامگی شکل گرفت ولی خودکامگی سکولار بود. یعنی دولت رضا شاه یکی از دستاوردهای دوران رضا شاه در این هست که نهادهای سکولار و مدرن در ایران توانا شدند، و توانا شدن این نهادهای مدرن سکولار به کاهش قدرت روحانیون در جامعه انجامید. البته این باید با یک کار روشنفکری، با کار اندیشه‌ای، با آزادی اندیشیدن و روان کردن اندیشه‌های نو در میان مردم همراه هماهنگ می‌شد، تا به قول مخبر سلطنه هدایت، طولانی ترین نخست وزیر دوران رضا شاه، این تجدد بلوباری رو به یک تجدد لابراتوری تبدیل بکنه، یعنی بیشتر دانشگاهی بشه، یعنی بیاد و تبدیل بشود به یک نوع آموزش یا یک نوع باور ماندگار اجتماعی، که این باور ماندگار اجتماعی، باور ماندگار در میان مردم تضمین کننده این سکولاریسم و دموکراسی در جامعه باشه. آقای امینی عزیز، خیلی خیلی ازتون ممنونم. حیف که یک ساعت دو ساعت نیست. خب میخواید این بحث رو در هفته آینده ادامه بدیم با هم؟ انشالله با امید خدا. خیلی ممنونم از شما، خیلی سپاسگزاری میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله، و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه کردن. شب و روز همگی خوش.